سلام، خوش اومدیم به جلسه اول از کالوکیشن انگلیش کالوکیشنز این یوس سطح اینترمدیت. با جلسه اولش شروع میکنیم. این دوره ما قصد داریم این کتاب رو تموم بکنیم و با همکاری شما لطفا این کانال رو سابسکرایب بکنید و به دوستاتون معرفی بکنید و سعی کنید لطفا لایک بکنید و اون زنگوله رو بزنید که از جدیدترین جلسات با خبر بشین و نوتیفیکیشنش رو دریافت بکنید. من خیلی سریع بدون مقدمه without further ado قبل از هر چیز وارد بحث اصلی بشم و مستقیم میریم سراغ درس. درس اول درباره این که کالوکیشن اصلا چی هست. این درس اول یه خورده جنرال صحبت میکنه و خیلی موضوعش تخصصی نیست. این کتاب کلا تخصصیه، یعنی موضوع بندی داره، ولی حالا درس اولش که میگه کالوکیشن رو میخواد معرفی کنه، خودش توش یه سری نکات مهم رو داره. میگه کالوکیشن یه گروهی از کلمات، group of words، یادتون باید باشه کالوکیشن اصلا معنیش اینه، a group of words that are often used together، یه گروه کلماتی که معمولا با هم میان. These combinations sound natural to native speakers, but students of English have to make a special effort to learn them because they are often difficult to guess. خب، این هم مهمه. میگه این گروهی از کلمات که با هم میان، حالا کاربردش چیه؟ کاربردش اینه که شما وقتی با یه نیتیو سپیکر، کسی که زبان مادرش انگلیسی، روبرو میشید، حرف زدنتون طبیعی و نچرال به نظر بیاد. یعنی شبیه کسی نباشید که همش تکرار میکنه کلماتشو، مثلا از very استفاده میکنه یا many استفاده میکنه، بلکه کسی که باحال، حالا به قول خودمون باحال صحبت میکنه و خیلی مسلطه. بعد میگه دانش آموزان کسانی که زبان انگلیسی یاد میگیرن باید تلاش زیادی بکنم. واقعا هم تلاش زیادی میخواد یادگیری کالوکیشن، چون حفظی هستن اکثرا و خیلی هاشون ممکنه ما نشنیده باشیم. بنابراین و همچنین حد زدنشون سخته. یعنی مثلا دوتا کلمه با هم میان همیشه، بعد شاید شما ندونی، اگه اینو ندیده باشین شاید خیلی سخت حدس بزنید که حالا حتما این با این کلمه با این یکی کلمه میان. حالا در ادامه بیشتر با این قضیه آشنا میشیم. بعضی از ترکیب ها just sound wrong to native speakers of English. For example, the adjective fast collocates with cars, but not with a glance. Glance یعنی نگاه انداختن لحظه‌ای، ولی مخالص از سریع نگاه انداختن باید بگی a quick glance. نمیتونی بگی fast glance. ولی فست مثلا با کارز میاد، ولی کویک با کارز مثلا نمیاد. میخوای بگید ماشین های خیلی سریع، میگین فست کارز. ولی میخوای بگید یه نگاه خیلی سریع اجمالی انداختین، میگه کویک گلنس. خب این مثلا یه نمونهش بود. خب در ادامه توضیح میده که یادگیری learning collocation is an important part of learning the vocabulary of a language. برای یادگیری vocabulary کالوکیشن خیلی مهمه. کالوکیشن چون خودش اصلا یه بخشی از وکابولری هستش. Some collocations are fixed or very strong. For example, take a photo. شما take a photo رو از زمان بچگی باهاش آشنا هستین. خیلی قویه اصلا این کالوکیشن و فیکس ثابته. اصلا تغییر نمیتونی بگید مثلا get a photo. باید حتما میگید take. هیچ لغت دیگه‌ای other than take collocates with photo. هیچی دیگه به جز take با photo collocate نمیشه برای اینکه همون معنی رو بده. give the same meaning. همین give meaning خودش collocation. Some collocations are more open. یکم چیزتر هستن، یکم flexible، انعطاف پذیرتر هستن. Where several different words may be used to give a similar meaning. For example, مثلا میخواید بگید متعهد بودن به قانون یا پایبندی به قانون، دو تا راه دارید. میتونید بگید stick to the rules یا keep to the rules. You must keep to the rules. You must stick to the rules. این خیلی مهمه. پس بنابراین میشه که
شما هر دوتاشو استفاده کنید، مثل take for رو نیست. Here are some more examples of collocations. خب یکم مثال بیشتر. You must make an effort and study for your exam, not do an effort. وقتی میخوای بگی تلاش میکنی، باید تلاش کنی، باید بگی make an effort. نمیتونی بگی do an effort. حالا شاید فعل کردن حالا برای ما ایرانی ها میشه do، ولی تلاش کردن باید بگی make an effort، نمیتونی بگی do an effort. پس این حالا ببینید difficult to guess، اگه نشینده باشی سخت حد زدنش. یا مثلا watch TV هم باز از بچگی یادمون هست، این همیشه تماشای تلویزیون با watch میاد، نمیتونی بگی look at TV، بسیار غلط look at TV، اصلا نباید استفاده کرد. موتور ماشین وقتی میخوای بگی قویه نباید بگی strong، خب حتما باید بگی powerful engine. و خیلی هم معروفه، شما تو هر مقاله تو هر چیزی استفاده بکنیم اینه گفته powerful engine، یه موتور خیلی پرقدرت. خب پس powerful engine هم یاد بگیرید، میگه که اینا بیشتر حفظی هستن. اصلا strong engine یادتون باشه که اشتباه، یه وقت استفاده نکنید. اصلا strong فعل ببخشید صفت strong برای engine یه چیز مضحکی است برای native speaker ها، یعنی اینو بگید اصلا شاید بتون بخندن. حتما powerful استفاده بکنید. There's some ancient monuments nearby. خب monuments یعنی هم بناهای تاریخی، ancient هم یعنی قدیمی، باز این خیلی نشنیدیم، ولی اینجا مثلا antique نمیتونی استفاده بکنید برای monuments. خیلی خوب، پس ancient monuments این هم یادتون باشه، بد نیست حالا برای امتحان IELTS TOEFL مخصوصا که اگه بخوای راجع به چیزهای تاریخی صحبت بکنید، این ancient monuments خیلی میتونه باحال باشه و شما رو متمایز کنه از بقیه student ها. Sometimes a pair of words may not be absolutely wrong and people will understand what is meant, but it may not be natural, normal collocation. If someone says I did a few mistakes, they will be understood. But a fluent speaker of English would probably say I made a few mistakes. خب این هم مثل تلاش کردن با make میاد. اشتباه کردن و تلاش کردن با make میاد. I made a few mistakes. اینجا میگه بعضی از کلمات ممکنه که شما مثلا به یه شخص خارجی مثلا نیتیو اسپیکر بگید I did a few mistakes، بعد منظورتو بفهمه، ولی میفهمه که تو نیتیو نیستی، میفهمه که تو نچرال نیستی. چون دید هم حالا خیلی مثلا شبیه made a few mistakes، did a few mistakes شبیه، ولی اشتباهه. اگه اینو تو آزمون استفاده کنی غلطه، پس سعی کن از made a few mistakes استفاده بکنی، که حالا خیلی هم ساده است، این هم خیلی تکرار میشه تو زبان و کلا توی همین کتاب حتی. خیلی خوب بریم ادامه، بریم بخش بی. بریم بخش بی میاد دو تا چیز رو معرفی میکنه، compounds و idioms. compounds یعنی ترکیبات، ترکیب های انگلیسی که با هم میان، دو یا چند کلمه هستن، شاید حالا یا جدا، شاید جدا نوشته بشن، بعضی وقتا هایفن دارن، یعنی این، و بعضی وقتا روی یه کلمه نوشته میشن، بعضی وقتا جدا هستن مثل car park، بعضی وقتا یا post office، بعضی وقتا رو هم مثل teapot. به اینا میگن compounds. Usually the meaning of compound can be guessed by knowing the meaning of individual words. این فرقش با collocation اینه که difficult to guess نیست، همونجور که گفتم difficult to guess خیلی مهمه برای collocation. اینجا مثلا shoelace، lace که یعنی بند، شو هم یعنی کفش، shoelaces یعنی بند کفش. خب و شما میدونید که این یه ترکیبه. teapot یعنی قوری چای، narrow minded یعنی شخص کوته فکر. خب اینجا دیگه معنیش عوض نمیشه، یا مثلا عجیب نیست. post office هم که یعنی دفتر پست، car park هم یعنی پارکینگ. It is not always easy to separate collocations and compounds and where they are useful. For learners or an important part of the vocabulary of a topic, we include some compounds in this book too. میگه تو این کتاب چون که اینا خیلی مفیدن، کمپانس ها مثل اینا خیلی مفیدن برای یادگیرنده های زبان، فراگیران زبان انگلیسی،
ما تو این کتاب هم آوردیم یه چند تا از اینا. خب ولی EDM بحثش فرق میکنه. EDM cannot be guessed. EDM اصلا نمیتونی حدس بزنی که چیه. مثلا کلمه pass the buck. خب pass the buck من هایلایتش بکنم. pass the buck یعنی یه EDM که یعنی مسئولیت تو برای یه قضیه بدی به یکی دیگه که خود از زیرش در بری. یعنی در رفتن از زیر مسئولیت. من بگم pass responsibility. در رفتن از زیر کاری. خب ولی مثلا باک حالا چند تا معنی داره. مثلا دلار میشه برای توی امریکن باکس، مثلا میگن 100 باکس. یا مثلا حتی جفتک زدن هم میشه، خیلی معنی مثلا آهوی فلان. این باک قطعا پست باک این معنی نمیتونید حس بزنید که میشه ریسپانسیبیلیتی، مسئولیت، از زیر مسئولیت رد. بنابراین اینایی که اصلا نمیشه حد زد همش میگن EDM. که این EDM ها توی این کتاب خیلی کم هست، یعنی EDM استفاده نمی کنه و توی سری جدا انگلیش EDMs in use میاد اینا رو بررسی میکنه. خیلی خوب اینجا میاد توضیح میده تو قسمت C که چرا کالوکیشن یاد بگیریم. اصلا سه تا دلیل داره. اولیش natural way to say something but you it makes you sound natural، باعث میشه که تو natural به نظر بیای. مثلا میخوای بگی سیگار کشیدن خیلی به شدت ممنوعه، به طور سختگیرانه ایم. strict یعنی سختگیرانه. Strictly forbidden بهتر استفاده بکنی، natural تر و باحال تر و خیلی خفن تر نسبت به strongly forbidden. خیلی خوب، پس strictly forbidden رو برای smoking میتونی استفاده بکنی توی آزمون ها و خیلی بهتر به نظر بیاد نسبت به کسی که میگه strongly forbidden. این دلیل اول که یکم نشرال به نظر بیای، خیلی نشرال، یه ذره که نه خیلی نشرال به نظر بیای most. دلیل دوم alternative ways of saying something. من alternative رو براتون هایلایت بکنم. alternative یعنی جایگزین. یه چیزای جایگزین بگیم. مثلا میخوای بگی خیلی سرد بود و همزمان میخوای بگی خیلی هم تاریک بود. اگه بگی it was very cold and very dark، میگه خب این کسی که مثلا بند اسکور چطور 50 هم میتونه همچین چیزی بگه. ولی شما که نمره بالای IELTS میخوای باید بگی it was bitterly cold and pitch dark. bitter خب به تنهایی میشه میشه تلخ، مثل کافی، bitter کافی. خب and pitch cold pitch dark. خب پس bitterly cold، ولی با اینکه مثلا bitter میشه تلخ، bitterly cold میشه خیلی سرد. پس bitterly cold این همونجور که اون بالا گفته بود difficult to guess. این تو این نشیده باشی چجور میخوای اینو حدس بزنی که این میشه خیلی سرد. پس حتما اینو باید دیده باشی و استادی کرده باشی این رو. and pitch dark خیلی هم، والا دارک با پیچ میاد، خیلی هم تاریک. دلیل است. پس دلیل دوم جایگزین کردن. وقتی میخوای چند تا صفت مشابه بیاری میتونی آلترناتیو جایگزین استفاده بکنی. قسمت سی میگه توی رایتینگ استایلتون رو بالتر میکنه. مثلا به جایی که بگی مثلا فقر باعث جرم و جنایت میشه، بگی poverty causes crime، میتونی بگی poverty breeds crime. من این همشو هایلایت کنم. breed یعنی باعث شدن. وقتی بگی مثلا فقر میخواد باعث، فقر باعث جرم و جنایت میشه، بگی breed خیلی باحال‌تره. پس اینم یادت باشه breed crime. poverty breeds crime. یا وقتی میخواد بگی غذای مثلا خیلی مفصلی خوردن، big meal یه چیزیه که همه میتونن بگن. شما که این دوره رو گذروندی باید بگی substantial meal، یه وعده مفصل غذا خوردم. You may not need or want to use them in these in informal conversations but in writing they can give your text more variety and make it read better. This book includes notes about formality wherever the collocations are especially formal or informal. میگه تو این کتاب وقتی حالت مثلا خیلی رسمی و غیر رسمی داره ما خودمون بهتون میگیم، یعنی می نویسه که این مثلا رسمیه.
و همچنین گفته که دلیل سوم اونه که توی رایتینگ استایلتون رو بهتر میکنه. حالا شاید نخواهید اینفورمال یا you may not need or want to، اصلا شاید نخواهید یا نیاز نشته باشید توی غیر رسمی از اینا استفاده بکنید، ولی برای رایتینگ که رسمی هست خیلی بالتره که شما بیان از کالوکیشن استفاده بکنید. پس این درس اول که یه چیز جنرال بود، امیدوارم که لذت برده باشین، تمریناشو حل بکنین، انشالله که مفید بوده باشه و لطفاً چنل رو سابسکرایب بکنید و ویدیو رو لایک بکنید و همچنین زنگوله بغل ویدیو رو بزنید و تا از جدیدترین ویدیوهایی که تو این کاتگوری ما براتون آماده میکنیم مطلع بشید و نوتیفیکیشن براتون بیاد. خیلی ممنونم، تا جلسه بعدی امیدوارم که مطالعه بکنید جلسه رو، میبینمتون. خدا نگهدار.